وقتی خانم ها دست به کار می شوند، دختره با جاکت قرمز یا سرخ را تحت نظر بگیرید، به طرف نوشیدنی می رود. به موبایلش نگاه می کند. چه موهای قشنگی دارد، باهاش دست می زند، روی شانه هایش می اندازد، به دنبال نوشیدنی خوشمزه می گردد. دوربین را می بیند. خب حالا چی کار کنم؟ 1 2 0 2 1 یکی. کجاست آن یکی؟ ممکن است اینجا باشد، ممکن است آنجا باشد. این طرف نشد، طرف دیگه این مغازه میرم. اوه، هیچ چیزی با ارزشی ندارد. به طرف یخچال ردبول میره. خوب است، انرژی ردبول بد نیست. یکی را برمی‌دارد، نگاه می‌کند و جایش می‌ماند، اما با چالاکی دیگری را برمی‌دارد. خلاصه این بازی جریان دارد تا یک ردبول را در جیب می‌زند. نوشی جان این خانم ناز و سفید و قشنگ. دوستان خوبم سلام و وقت بخیر. صحنه های بسیار دیدنی و جالب را خواهید دید. لحظاتی که خانم ها دیگه از کنترل خارج می شود و دست به کارهای خارق العاده می زنند. با دیدن این صحنه ها هرگز خسته نمی شوید. پس با بوداپرس همراه باشید و لایک ویدیو را فراموش نکنید. لطفاً خنده نکنید. سال 2020 یک سال پر از چالش و عجیب بود. میدانید دنیا به هم ریخته و مردم همه خستن. خانومی در فروشگاه است ولی ماسک ندارد و دیگران بر وی انتقاد میکند که باید ماسک داشته باشد. خانوم هم لطف میکند، زیر پوشش را میکشد و از آن به عنوان ماسک استفاده میکند. این که چی بومی داد خودش میداند. این دختره جوان را نگاه کنید، خیلی هم مؤدبانه در فروشگاه میچرخد تا نشان دهد که مشتری خوب است. یک قوطی شیر خشک را برمی‌دارد و نگاه می‌کند که حسابدار مصروف است. راحت در بین دو پایش می‌زند، راحت می‌اندازد و بس. مثل این که آهنربا دارد، کاش یکی دیگه هم می‌زد. این اتفاق در فرانسه رخ داده است. دو خانم حجابی و نمازخوان وارد فروشگاه می شود. زیر دامن دراز شلوارش را پر می کنند. در این ایام حسابدار متوجه می شود و هر دو خانم را در حضور دوربین می آورد تا شلوارش را خالی کنند. نگاه کنید، شلوار نیست بلکه گودام است. نمیدانم اینجا چی خبر است، اما این اتفاق در سال 2015 در آمریکا رخ داده است. گروهی از مردم وارد فروشگاه شد و بسته ها را مورد حمله قرار داد. جالب اینجاست که خانم یک بسته را از دست بچه میگیرد. همه برای بردن آمده، اما سارق از دست بچه میبرد. این خانم جوان از بین قوطی حسابدار کمی اسکناس برمی‌دارد. مشتری متوجه می‌شود و بعد از اینکه خانم از مغازه خارج می‌شود، مشتری به حسابدار خبر می‌دهد که خانم اسکناس برداشت. این بخش از یک بازی است تا واکنش مردم را بررسی کند. این خانم با مجردی که وارد فروشگاه می شود، یک بیتری یا بوتل شراب را در بکسش می اندازد. به حسابدار می آید و می گوید که بچه توالت می خواهد. خلاصه بعد از چند چرخ از فروشگاه خارج می شود. این خانم در تعقیب است که کیف پول خانم را از بین چرخدار بردارد. در نزدیکش منتظر است تا خانم مصرف شود. عجیب آدم های ماهری وجود دارد.
این خانم خیلی عاجز، بیچاره و گردن کج استاده است، اما صاحب فروشگاه از وی میخواهد از زیر دامنش بکشد. خانم بدون معطلی بیرون میکشد. از فروشگاه بردید، زیر دامن زدید، هر چیزی خوردنی را بردید، حالا حتی گربه خانگی را هم میبرید. اما گربه نمیرود و از پیش ماشینش برمیگردد. این خانم همه را مثل خود احمق فکر کرده. ببینید، فکر میکند با این کارش دوربین را فریب میدهد. در زمانی که خودش را تکان میدهد، یک لباس را زیر میزند. همیشه قرار نیست صاحب مغازه حضور داشته باشد و بنابراین کارگران تجارت را مدیریت میکنند، اما این کارگر راحت مصروف آرایش است و اصلا خیال نمیکند که در کجاست. نفر می آید، یکی را بر می دارد. باز هم خوشش می آید و دومی را بر می دارد. یکی دیگه از طرف من بردار. بله، همان شلواری دراز خوبش است. نوشی جانتان، برو با خیر، ده خوشی بپوشی. این آدم ها جمعی وارد می شود. دو دختر است و دو مرد. خیلی هم جالب، یکی نوشیدنی را بر می دارد و داخل گلاس می ریزد و قوطی خالیش را در سطل زباله می اندازد و راحت گلاسش را می گیرد تا تظاهر کند که نوشیدنی خودش است. در مغازه دور می زند و دوستانش هر کدام چیزی را بر می دارد و از مغازه خارج می شوند. این خانم با مهارت کامل موبایل پیشخدمت را از جیبش میزند و به دوستش رد میکند. میخواهد از صندوق نقدینه را بکشد اما نمیتواند. در نتیجه گلاسش را روی زمین میندازد تا پیشخدمت تمیز کند و در حین تمیز کردن کیفی کمریش را باز میکند و به دوستش رد میکند. یک کارمانده که باید نقدینه را جمع کند، پیش خدمت را مصروف می کند و از صندوق حسابی بر می دارد. این ویدیو را یک بار دیگه هم دیده بودید، از بس جالب است، باید باز هم ببینیم. خانومی با این خوشگلی و جوانی و این لباس سفت و تنگ و قید خیلی ماهر در بین زیرپوشش جا میزند. بگذار یکی دیگه، نه کم است، یکی دیگه بگذار. نه، باز هم کفایت نمیکنه، یک بار دیگه، تو رو خدا یک بار دیگه بگذار. برو با سلامت نوش جانت. خب دوستان خوبم، کدام یکی برای شما جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.